هلو گایز، خوش اومدید به ویدیوی دیگه. شان هستم و توی این ویدیو اومده این موزیک قشنگی از هیدو هدایتی رو با هم یاد بگیریم. راجع ویدیو بهتون توضیح بدم، آرپژش رو با کاپو بدون کاپو داریم و همینطور ریتم و آکوردش هم با هم دیگه کار میکنیم. آخر ویدیو هم با دو حالت براتون اجرا میکنم. و اما میتونم بگم که این موزیک که سخته، این موزیکایی که من میخوام آموزشش بدم، برای زدن آسونه ولی برای آموزش سخته. حالا چرا اینو میگم؟ چون که این موزیکو انگار دوتا رفیق، یه خواننده و یه گیتاریست، نشستن پای میکروفون و با هم دیگه همونجا ضبطش کردن. هرچی که اونجا زده شده، هرچی که اونجا خونده شده همونه، و به خاطر همین میزانمون فیکس نیست. یعنی ممکنه که یا آکورد خیلی تکرار بشه، روی آکورد خیلی بمونیم، روی آکورد خیلی کمتر بمونیم و جاشون عوض بشه. و پیشنهاد من به شما اینه که هر چیزی که من اینجا الان من بهتون آرپژش کامل توضیح میدم، ولی خودتون هر جور که دوست دارید بزنید موزیکو. خب مرجعی نداریم، یا میتونید عین خود موزیک آکورداشو همونجا عوض کنید، یا اینکه بیاید آکورداشو برای خودتون فیکس کنید و بگید آقا هر چهار میزام آکورد عوض میکنم و حالا روش میخونم هر جوری که دوست داشته باشم. حالا آکوردامون بدون کاپو یه دونه دو مینوره، یه دونه فا مینوره، یه دونه سول ماژوره. اوکی، روی آکورد دو مینور ما یه همچین چیزی میزنیم. خب حالا این چجوری زده میشه؟ یه دونه پنج میزنیم و بعد یه دو سه میزنیم. اوکی، پس و بعد میریم سیم چهار رو میزنیم. اوکی، پس تا الان و بعد یه دو میزنیم. پس تا الان چی داریم؟ اینو باید بزنیم و بعد انگوش دومونو ور میداریم، یه دونه دو میزنیم و سریع همر پولاف رو همون نوتی که انگوش دومون قرار میگیره انجام میدیم. پس اینو باید بزنیم، پس دوباره میزنم. اوکی. خب حالا اینجا وقتی که همه پولاف انجام میدی، انگشت دوتون میاد بالا دیگه، این رو نوت نیست. همینجا دوباره همون کار انجام میدید ولی انگشت دوتون روی نوت قرار نمیگیره و دوباره میزنید پنج و دو سه با هم و بعد چهار. پس تا الان چی دارین؟ اینجا اومدید دو بعدی رو بزنید، یعنی پنج دو سر رو زدید به این شکل و بعد چهار رو زدید، اومدید دو رو بزنید، انگوش دوتون دوباره میشینه روی فرده چهار سیم دو. پس و دوباره همون همر پولافو انجام میدید، یعنی یه دونه آزاد که نه، فرده سه سیم دو رو میزنید و دوباره این حرکت همر پولافو روی فرد چهار سیم دو انجام میدیم. پس چه شکلی میشه؟ که سریش به این شکل میشه. اوکی؟ خب و شما اینو میزنید روی هر جا خواستید روی آکورد دو مینور آپرج بزنید، اینو میزنید و بعد روی آکورد فا مینورمون ما میریم چی کار میکنیم؟ انگشت سمونو میذاریم روی فرد سه سیم چهار، با مینور این شکلیه، ما انگشت سمونو میذاریم روی این فرد. اوکی، و بعد انگشت چهارمون اینجا قراره کار انجام بده برای ما. این هم ضرباتمون ترتیبش این همین دو مینوره، منتها سیم شیش جای سیم پنجه چون ما رو فا مینوریم و دو سمون هم همونه. اوکی، پس ما یه 6 و 2 3 میزنیم و بعد 4. اینجا میخوایم 2 رو بزنیم، انگشت 4 رو میشین رو فرد 3 سیم 2. پس اوکی و
بعد دوباره همینجا یه همر پولاف روی فرد 3 سیم 2 با انگوش کوچیکمون یا انگوش چهارمون یا انگوش پینکیمون یا انگوش کوچیکمون فرق نمیکنه انجام میدیم. پس اوکی، پس از دو مینور میریم به فا مینور. این همینجوری تکرار میشه. اشتباه زدم. دقت کنید روی فا مینور همیشه اینو میزنیم، روی دو مینور هم همیشه اینو میزنیم، خب؟ و بعد از فا مینور میخوایم بریم به سول ماژور. میریم روی سول ماژور، به جای اینکه آکورد کامل رو بگیریم جای انگشت 3 و 4 مون عوض میکنیم. اوکی، اینجوری اینجا دوباره انگوش کوچیکمون برامون کار انجام میده. روی سول ماژور باز سیم باسمون سیم 6 و بعد به جای 2 3 3 و 4 رو میزنیم. اوکی، پس 6 میزنیم و بعد 3 و 4 و دوباره سیم 6 و اینجاست که انگوش 4 مون میاد میشینه روی فرد 5 سیم 3. پس تا اینجا اینو داریم و بعد دوباره اینجا انگوش چهارم برداشته میشه، یه سیم سه رو میزنیم و سریع همر پولاف رو سیم رو همون سیم فرد 5. پس اوکی، پس کاملش به این شکل میشه. اینم بهتون بگم، ما دو تا آپشن داریم اینجا، یعنی اولیش که آپشن نیست، اینه که این میتونه تغییر کنه موقع زدن، به خاطر همین میگم سخت آموزش شما، چون مثلا میتونه ما اینجا این شکلی بشه، میتونه نوتامون عوض بشه، چون که همونجا زنده لایو این موزیک احساس میکنم ضبط شده و یه سری داستان اینجوری هست دیگه و کاملا طبیعیه. و اینکه ما وقتی از آکورد دو مینور میخوایم بریم به فا مینور، میتونیم اینجا از آکورد دو سون هم استفاده کنیم آخر میزانمون، یعنی وقتی که میخوایم بریم به آکورد فا مینور و این شکلی بشه. اوکی، و این یه آپشنه که شما میتونید استفاده کنید، میتونید استفاده نکنید، تو موزیک بعضی جاهاش استفاده شده. و اما من اینو یه بار براتون آخر روی خود موزیک اصلی یه قسمتش رو اجرا میکنم که قشنگ با خوندنش هم متوجه بشید چه شکلیه، ولی دیگه کامل 6 دقیقه موزیک رو نمیتونم براتون اجرا کنم، چون که دیگه ویدیومو خیلی طولانی میشه، 2 تا 6 دقیقه 12 دقیقه من فقط موزیک اجرا کنم. و اما با کاپو، کاپوتونو بیاد بذارید رو فرد 3. کجه؟ همیشه کاپوی من کجه. خب حالا اینجا آکوردامون میشه یه دونه لا مینور، یه دونه ری مینور و بعد یه دونه می ماژور. اوکی، این آکوردای ماست و ضرباتی که میزنیم دقیقا اینه بدون کاپو روی لا مینوره، یعنی 5 و 2 و 3 میخوره و بعد 4. اوکی، و بعد دو رو میزنیم و بعد انگشت یکمون برداشته میشه و بعد یه همر پولاف سری روی همین فرد یک سیم دومون انجام بدیم. پس و بعد همینجوری که انگشتمون برداشته شده دوباره میزنیم 5 و 2 3 4. اینجا میخوایم دو رو بزنیم، یعنی همون حالت داره تکرار میشه، میخوایم دو رو بزنیم، انگشت یکمون دوباره میشینه رو فرد یک سیم دو. پس دوباره همه پولافو انجام میدیم، آهسته تر میزنم.
روی آکورد ر مینور که یه همچین آکوردی داریم اینجا، شما دیگه اون کار نمیتونید انجام بدید. اینجا میتونید فقط ریتمو با آرپژ نگه دارید که به این شکل بشه. حالا هر جور که خودتون دوست داشتید میتونید این کار انجام بدید. من خودم دارم این کار انجام میدم. من اینجا خودم یه دونه 4-2-3 میزنم و بعد دوباره 4 میزنم. اوکی؟ و بعد 2-1-2 دوباره از اول تکرارش میکنم. آهسته میزنم. اوکی. و بعد میایم رو آکورد می ماژور که ما اینجا می ماژورمون رو اول انگشت، یعنی انگشت 4 اون اینجا برامون کار انجام میده. ما 6-3-4 رو میزنیم و بعد دوباره 6. اینجا انگشت 4مون میشینه رو فرده 2-3. پس ما و بعد برداشته میشه، یه همر پول آف سری انجام میدیم روی همون نوت سیمت 3-2. اوکی، پس و این کار هی تکرار میشه روی این آکورد. که حالت کلیش به این شکل میشه. که اون آکوردی که اینجا توی بدون کاپو گفتم رو لا مینور شما میتونید لا 7 بگیرید برای رفتن به ر مینور که به این شکل میشه. که میتونید این کارم انجام ندید، این کاملا آپشناله. و ریتم کار یه ریتم جدیده که دنیا مثلشونه که ما تا حالا باش کار نکردیم، ولی تو این ویدیو آموزش میدم بهتون که اینجوریه. اوکی، ضرباتمون چجوریه؟ دو تا ضربه رو به پایین داریم. اولیش رو صدا سیم باس میخوره، دومیش هم به سمت پایین رو صدا سیم تریپ میخوره. پس و بعد بالا داریم، میوت میکنیم سیما رو، دوباره به سمت پایین و بعد بالا. اوکی، پایین پایین بالا، آپوگادو یا میوت پایین بالا. اینجا یه مکس ریز میکنیم و بعد این حرکت رو انجام میدیم، یعنی انگشت 3-2 یا انگشت AM و آی ما به ترتیب روی سیما حرکت میکنیم. و بعد از اینکه این سه تا رو زدیم، دوباره بالا، میوت، پایین، بالا. اوکی، که به این شکل میشه. از آهسته به تند میریم. اوکی، بریم موزیک رو تو دو حالت با هم دیگه گوش کنیم ببینیم که چه شکلی میشه.
نازم شاخ شمشادم قدو بالا بشن هر قشنگی بود قشنگیش کامل و شیش دانی غیر تنها خود که بی نقصی و سر تا پا دشنگ پیدا و نا پیدا تنها خود که بی نقصی و سر تا پا قشن پیدا و نا پیدا قشن خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تو رو خدا یادش بگیرید دیگه، من از این بهتر نمیتونستم این موضوع رو انتقال بدم و امیدوارم که عشق کنید و حالشو ببرید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما کامنت کنید دیگه چه موزیکای دوست دارید براتون اومده قرار بدم. خیلی مخلصم، تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون.